گردهمایی بزرگ ازاداران به مناسبت شهادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در 28 سفر 1438 هجری قمری در شهر مقدس قم و در بیت آیت الله سید صادق حسینی شیرازی دامزلو برگزار شد. آیت الله شیرازی در بیانات خود پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله را برکت هستی و اسوه آزادی، امنیت و عدالت خوانده و فرمودند خداوند به وسیله وجود نازنین پیامبر اسلام مردم را از چنگال ظلم و محدودیتها ها رهانید ایشان سپس به تمام مؤمنان و خصوصا جوانان توصیه کردند منابع تاریخی تحریف نشده را مطالعه کنند و چهره رحمت و رعفت اسلامی را بر همگان نمایان سازند چرا که امروزه اشخاصی به نام پیامبر و با علم کردن نمادهای اسلامی مرتکب جنایت می شوند و چهره دین رحمت را مخدوش می کنند معظم در ادامه فرمودند پیامبر اکرام صلی الله علیه و آله علی مبنای عملکرد خود اما سیاست جنگ و حکومت داری را بر پایه اخلاق بنا کردند و با معیار اخلاق پیش میرفتند. اما عملکرد غیر اسلامی نامداران و صاحب منصبان اسلامی در طول تاریخ تا به امروز سبب شده تا انگشت اتهام به سمت رسول خدا نشانه رود لذا بر همگان واجب است به میزان توانشان از این شخصیت الهی دفاع کنند مرجالی قدر بخشی دیگر از بیانات خود را به زیارت اربعین حسینی اختصاص دادند و ضمن تشکر از تمام کسانی که به هر نحو در این آین بزرگ سهیم بودند با اشاره به بالندگی روز افزون شاعر الهی امام حسین علیه السلام به مؤمنان توصیه فرمودند بیش از قبل به این کشتی نجات چنگ زنید و در این راه از هیچ کوششی فروگذاری نکنید معظم الله افزودند مؤمنان در هر نقطه از جهان باید از همین امروز همت کنند تا موانع زیارت اربعین را برای سال بعد رفت نمایند و برای این مطلب با نهادها و ارگانهای مسئول گفتگو کنند تا این زیارت مقدس برای همگان از هر نقطه جهان و با هر شرایطی امکان پذیر شود.